خب گناه اون چی که با عنوان اسامی مختلف اینا هم باز با هم تفاوت داره، حالا بیشتر صحبت خواهیم که شب آینده، مثل اثم، ذنب، اینا میشناسی و ما دوست نداریم کار رو انجام بدیم. در حقیقت یک نافرمانی آشکار در مقابل خداست. شیطان هم کارش ارائه گناه، دست هیچ کدوم اونم به زور نگرفته بره. اون دنیا ما خیرش رو میگیریم، ما نکه انشاءالله جهنمی ها خیرش رو میگیرم. میگن خدا کار همین پدر سوخته بود، این نگرش نزده رد بشه، خدا نگرش بود. میگه خب بگو. میگه من دست کدومتون به زور میفته؟ نه یکیتون باشه بگه آمین خیر منو، یا بریم یا بریم زنا کنیم یا بریم دروغ، اگه نگی من با این کل تو شلیک میکنم تو مخت. میگه پیغمبر شما به تو گفت بیا تو این راه، منم گفتم بیا تو این راه، عرض من موقعز رو رفت پیغمبر بشه. تازه من خود من از این برائت میجوی، خیلی احمقه، آی آتیش میگیره آدم، اینی اخاف من الله رب العالمین، من تازه خودم از خدا میترسم. این حرفاشه مکالمه، این قرآن آورده. میگه من خودم از خدا میترسم، بعد تازه ببین اینم من فاصله بدید خدا اینو بکشتشون، بعد جونورم طبقه چهارم میسوزوننش تو جهنم. یعنی سه طبقه هست که بدتر از اینن. ما آدم و عقل اونش جنو بیشتره از شیاطین، شیاطین جنی عقل انسان بیشتره. خب اونا تجربه دارن چون عمر زیاد دارن. مثلا شیطان تا یکی مثل شما رو میبینه میگه عجب یه علی کسام یه 1200 سال پیش بابایی بود اینا همین بود کله پشت کردم یادمه برای اون این کارو کردم برای همین همین جواب بوده نخلوش اینا بوده. ما قراره رو این راهکارا هم کار کنیم. یه چیز عجیب غریبی که حالا تو این کتاب شریف ما واضح اومده اما تو ترجمه ها در نمیاد، ایرادم ایراد زبان غیر عربه. الان شیطان تو قرآن 20 مدل به ما حمله میکنه. بعد همه رو نوشتیم فریفت و کشت خودتون. این جلسه اول من مدلایی که این جونور به ما حمله میکنه، این جونور تو صحبت بنده تو این 4 شبی که خدمت شما هستم یعنی شیطان عمدتا. اولین نوع حمله این جونور وحیه، همون جوری که ما وحی الهی داریم دقیقا وحی شیطانی هم داریم. للقلب اذنین، قلب انسان دو تا رادار داره، دو تا رادیو داره، دو تا گیرنده داره، اذنون للرحمن و اذنون للشیطان. صوت شیطان دائم هست، مشکل از توی که رادیو تو تنظیم میکنی رو. چرا من به گناه میفتم و دائم رادیو داره ابلیس میگیره؟ رادیو ابلیس گرفتی بعد میگه چرا به گناه میفتم، یا رادیو الله بگیر. داستان سر همینه. یعنی شروع ماجرا از اینه که رادیومونو تنظیم کردیم رو ابلیس. موج رادیو خدا میگه و معصوم میفرماد اذنان للرحمن و اذنان للشیطان. تو بس کردی این اذن گوش گیرنده بشقاب و چرخونده دیش رو شیطان. یعنی وحی یعنی ارتباط سریع و پنهانی، یک ارتباطی یک لحظه به دلت میفته. نگاه کن یه فکری تو ذهنت میفته، ببین خودشناس باش، میگی این حرف مال من، بگی نیست. آقا رفتم خونه رفیقم به ناموسش شب نگاه کنم، با من معرفت دارم، مرام دارم، این مال. اما فکرش اومده تو ذهنتون ها، اومده اما قبول داری که این حرف مال تو نیست. تشخیص بده مال شیطان. سری فاستعذ بالله، سری ذکر بگو لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلوات بفرست، سری پناهندگی فقط به دامان الهی، به درگاه مقدس حق تعالی بریم. بسم الله خدای من اومدم، من میترسم خدای عزیز، من بدون تو جلوی این جونور نمیتونم در بیفتم، فقط تویی، فقط جز تو کیو دارم من. ما ایرونی ها، ما شیعیان، ما محبین اهل بیت، میونام با اهل بیت خوبه. اصلا ما سراغ اهل بیت رفتیم تو زیارت جامعه چی میگیم؟ خدای ما از اینا بهتر گیر نیاوردیم و رسیدن به تو. اهل بیت باید ما رو برسونن به خدا. اهل بیت آدرس نیستن، کشیش نجاتن، هم آدرس میدن هم میبرن با خودشون. همین چی شو؟ اینجاست که بگه برو میبرد. اهل بیت میگن بیا بیا بریم، نمیگه برو، میگه بیا، خودش میگیره میبرده. کشتی نجات تو اون طوفان های گناه و ذنوب و معصیت ها ما بتونیم بریم اونجا.